یکی از دلایل شاید این باشه که حافظ در اون زمانی که داشت این آثار رو خلق میکرد و به وجود میورد، خیلی اینها تازگی داشت از بعضی لحاظ. این تازگی با توجه به اقبالی که پیدا کرد و درخششی که پیدا کرد کارش، باعث شد که تبدیل بشه به یه فرهنگ، تبدیل بشه به یه چیزی که دیگران اون رو تقلید بکنن، تبدیل بشه به چیزی که دیگران به شدت دنبال روی بکنن و بر ریزترین به اصطلاح جنبه هاش پافشاری بکنن و اینها رو تکرار بکنن. این عمل تکرار و این عمل دنبال روی باعث میشه که یک فرهنگی، یک به اصطلاح مضمونی ایجاد بشه توی برای شعر حافظ که اون حالا ممکنه اون مضمون دیگه مثل زمان حافظ، درسته که حالا بکر نیست، ولی معنیدار و خطدار و جهتدار بشه و اون وقت دولت مردا و حکومت گران نتونن اون رو تحمل بکنن. زمانی که حافظ داشت اون مجموعه خودش رو به وجود می ورد، هنوز شاید اون بود اسطوره هایی که حافظ داشت خلق می کرد، اون چهره هایی رو که داشت به میدان می کشید، هنوز اون مفهوم و محتوایی رو پیدا نکرده بودند که بعدها این توی به اصطلاح فرهنگ ایرانیان این کاملا جا افتاد و تبدیل شد به یک به اصطلاح یک ترمینولوژی. سلام، بفرما. خواهش میکنم، بفرما. تبدیل شد به یک ترمینولوژی که دیگه حالا خطرناک هم میتونست باشه. حافظ چون ادبیاتی که به کار میبره لغات مجازی و همچنین واقعی که هست، تو ترجمه های خارجی شلط آقای دکتر برهانی میگفتن اینو، تو ترجمه های خارجی که میشه میگفتن بهترین صورتی که داره انگار که یه مثلا حافظ بچهش مثلا شعرهای باباشو ترجمه کرده باشه. یعنی واقعا چون هیچ کس نتونسته هنوز اون متنی رو که حافظ گفته تو ادبیات ترجمه میکنن، واقعا فکر کنید کسی تو این اندازه هست که بتونه؟ من فکر میکنم نیست. من فکر می‌کنم وزنی که میشه عملاً امکان پذیر نیست، حتی معنیش هم نمیتونن برسونن. این چند بودی بودن کار حافظ باعث میشه که واقعاً به نظر من ترجمه کار حافظ تقریباً غیر ممکن باشه. من البته دومین نقطه ضعف بزرگم، یکیش گفتم از سیاست چیزی سر در نمیارم، دومین چیزم این که از زبانهای غیر فارسی چیزی سر در نمیارم. دومین نقطه ضعف بزرگ من هست. این هست که باز دوباره نظر من در این زمینه خیلی نظر کارشناسی نیست، ولی آنچه که من از حافظ میفهمم این که حافظ خیلی چند بعدیه، یعنی در صورت به درجه اعلاست، در معنی هم به درجه اعلاست. زبان بسیار ایهامگرایی داره که این زبان ایران ایهامگراش هم تو ساختار کلمه میاد این شقوق مختلف معنی رو دخیل میکنه، هم تو ساختار جمله میکنه و بعد کل محتوای غزل هم باز تابع این ساختارهای چندگانه معنایی معانی مختلف پیدا میکنن و این امکان رو به شنونده میدن که از زاویه‌های مختلف این اثر نگاه بکنه و هر زاویه‌ای برای خودش یه جلوه و زیبایی داره. این به اصطلاح موقعیت به اضافه اون صورت که حالا وزن بهش میده، تکرار کلمات میدن. من میخوام یه مثالی براتون بزنم. من یک خانم امریکایی که دانش آموز ما بود در مدرسه فارسی، ایشون در اتومبیل من نشسته بود و من یه به اصطلاح نواری گذاشته بودم، شعر حافظ داشت خونده میشد و خب من خودم که خب بالاخره لذت می‌بردم از شعر حافظ، خیلی کنجکاو بودم در ضمیرم که حالا این که الان نمی‌فهمه این چی داره میگه، آیا لذتی میبره یا نه. و بعد یکی از ابیات حافظ رو ایشون گفت که این چی گفت. من سعی کردم اون رو ترجمه کنم و وقتی که ترجمه کردم و به اون حالا سعی کردم معنیش رو بهش بگم، دیدم داره گریه میکنه و گفتم خیلی خیلی خوشحال شدم، فکرم از بس من خوب ترجمه کردم مثلا این داره گریه. بعد فهمیدم نه، اصلا ترجمه ما باعث گریه اون نشده. میگم من برام جالبه که این داره مصرع اول ششه میکنه، مصرع دوم سه سه میکنه.
و بعد من نگاه کردم و بیت رو دوباره خودم تو دلم خوندم، میگه که جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین شمع، که حکم آسمان این است اگر سازی و اگر سوزی. این شعای بیت مصرع اول و سینای مصرع دوم این رو به وجد آورده بود که چطوری که این داره میگه اونور دوباره میگه سه 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 سه. و من احساس کردم که این چقدر توجهی هست که ما ایرونی ها شاید نتونیم بکنیم، به دلیل که ما به معنی نگاه میکنیم، به ساختارهای حالا دیگری تو شعر نگاه میکنیم، ولی اون که حالا نمیفهمید معنی رو داشت به این جنبه آوایی داشت نگاه میکرد. حالا این عوامل هم داره اضافه میشه به شعر حافظ، یعنی خب این کار ترجمه رو تقریبا در حد امر محال دشوار میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. در حد امر محال دشوار میکنه. آخرین سوالم بفرمایید که قصد دارین شاعرای جدیدم، شاعرای معاصرم بررسیشون کنید یا اصلا دعوتشون کنید؟ والا این اتفاقا مطرح شد اینجا، جلسه ما به صورت دموکراتیک برگزار میشه، به این صورت هست که وقتی که کارمون روی یک شاعری تموم میشه، اعضا شرکت کنندگان رأی گیری میکنن که ببینن که چه چیزی رو برای دفعه بعد انتخاب بکنن و کار رو روی اون ادامه بدیم. منتها هر دفعه متون کلاسیک ادب فارسی بیشتر مورد استقبال قرار میگیره تا شعر شعرهای جدید. یکی از دلایلیه که داشت و یه بار داشت شعر شاملو اینجا رأی میورد و منم اتفاقا خودم راغب بودم، به دلیلی که هم خیلی شاملو دوست دارم، هم دلم میخواست که خودم هم مروری بکنم دوباره روی شاملو. یکی از دوستان گفت که این مهران اطلاعاتش توی متون کلاسیک بد نیست، بهتر ما از این استفاده بکنیم، شعر شاملو و شعر نیما رو خودمون میریم میخونیم، خیلی هم بهتر از این میفهمیم که این میخواد برای ما توضیح بده. این هست که این حرفی که اون زد باعث شد که اصلا دیگه رأی هم نیاره و برگشتیم دوباره سر فردوسی. خیلی ممنون از اینکه وقت ما هم دادیم، همچنین با عرض معذرت دوستان که وقتشون رو گرفتیم. خیلی ممنون. خشم کنم. خب من ما صفحه 260 260 بله. بر این نیز چندی زمان برگذشت، به ایوان پدر پور فرخ به دشت. پدر پادشاه بود، پور فرخ که یعنی همین بهرام باشه معلوم نبود کجا بود. این به دشت یعنی در واقع خارج از ایوان، خارج از قصر، یعنی بی توجهی بهش میشد، دیگه تو ایوان راش نمیدادن، تو دربار راش نمیدادن. و از آن پس غم و شادی یزدگرد، سر آمد همی زختر تیزگرد ببخشن تیزگرد. و از آن پس غم و شادی یزدگرد، این فردوسی بعضی جاها یزدگرد رو با کرد و گرد و اینها قافیه کرده، یعنی به نظر میرسه که تلفظش یزدگرد باید باشه. بعضی جاها با گرد کردن و گرد آمدن و اینها قافیه کرده که به نظر میرسه باید یزدگرد تلفظ بشه. به هر حال مثل که حالا یا چیزی بین این دو بوده و یا اینکه هر دو تلفظ درسته. و از آن پس غم و شادی یزدگرد، سر آمد همی زختر تیزگرد. اختر تیزگرد هم یعنی اختری که روزگاری که تند میره، روزگاری که فراز و فرودش در پی هم و پس از هم غیر قابل پیشبینی است و سری میگذرد. ز شاهی پرندیشه شد یزدگرد، ز هر کشوری موبدان کرد گرد. به اخترشناسان بفرمود شاه، که تا کرد هر یک به اختر نگاه. که تا کی بود در جهان مرگ او، کجا تیره گردد سر و ترگ او. گفت که برن ستارشناسا رو جمع کنن که این مرگ این رو پیش بینی کنن، اینها ببینی که کی میمیره، سر او کی تیره میگردد، ترگ او کی تیره میگردد. ترگ یعنی کلاهو، سر و ترگ او کی به سیاهی و به خاک تیره خواهد افتاد. چو باشد کجا باشد آن روزگار، چو باشد یعنی چگونه باشد، کجا باشد آن روزگار که پژمرده گردد رخ شهریار. ستاره شمر گفت که این خود مباد، که شاه جهان گیرد از مرگ یاد. چو وقت شهنشاه بدرو شود،
قضی در سوی چشمه سو شود. این چشمه سو رو بعضی ها دوست دارن بخونن چشمه سو، ولی چشمه سو درسته. من برای اینکه یه شاهدی به شما بدم که این چشمه سو درسته و اون بدرو هست نه بدرو، تاریخ گزیده یک قسمتی از تاریخ گزیده رو براتون میخونم که حمدالله مصطفی نوشته و توی این میگه که ابن شاپور ابن شاپور ابن اورمزد ابن نرسی ابن بهرام ابن بهرام ابن بهرام ابن اورمزد ابن شاپور ابن اردشیر ابن ساسان، یعنی این جناب آقای بهرام رو داریم. بله بعد از برادر زاده پادشاه شد. داره یزدگرد رو میگه، پدر بهرام. بعد از برادر زاده پادشاه شد، عظیم ظالم و ستمکار بود. فارسیان او را بزهگر و عرب عصیم خواندند و منجمان را فرمود تا طالعش احتیاط کردند. گفتند مرگ او به کنار چشمه سبز به خراسان خواهد بودن. خب چشمه سبز، ولی فردوسی میگه سو. میدونین که سوز یه شکلی از سبزه. میگه آی سوزه 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 جانکم، ای دختر سبزه که جون منی، ای سوزه 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 جانکم. این خلاصه سبز، سوز یه فرمی یا یه شکلی از سبزه و سو باید مخفف سوز باشه. علالقاده از روی این متن هم میشه فهمید که این باید بدرو باشه و اون برم سو باشه. ببینه میگه چو بخت شهنشاه بدرو شود. خب بخت بدرو هم جور در میاد، چون بخت رو مثلا به یه جانوری، به یه حیوانی تشبیه کرده، مثلا به یه اسبی تشبیه کرده که اسب خوب نمیره، رهوار نیست. اگر بخت ما رهوار باشه یعنی معنیش اینه که ما به مرادمون میرسیم، به کارمون جور میشه، درست میشه. بخت بدرو یعنی بختی که ما رو به کوره راه میبره، یا درست نمیبره یا زمین میزنه. یه اسبیست که اسب رهواری نیست. میگه چو بخت شهنشاه بدرو شود، از این در سوی چشمه سو شود. فراز آورد لشکر و بوخ و کوس، به شادی نظاره شود سوی توس. خب دیدن توی اون متن تاریخ هم گفته بود که در خراسان یه چشمه هست که چشمه سبز نام داره. اینم میگه که این چشمه، میگه وقتی که بخت شاه برگرده را میفته و میره به طرف به سمت توس. بران جایگه بر بود هوش او، بران جایگه بر بود هوش او. میگه هوش او یعنی مرگ او در این چشمه سبز خواهد بود. چون این روز نگذشت بر گوش او، از این دانش ار یادگیرد بد است، که این راز در پرده ایزد است. حالا خود اون ستاره شمر به شاه میگه که مبادا که این راز رو افشا کنی ها، خوب نیست که بری به کسی بگی. ببینه میگه از این دانش ار یادگیرد بد است، یعنی اگر شاه بیاد و بره به دیگران بگه که منجم همچه حرفی زده و گفته که من برم چشمه سبز، اونجا هوشم بر چشمه سبز خواهد بود، این خوب نیست. بهتره که شاه این حرف رو پیش خودش نگه داره. از این دانش ار یادگیرد بد است، که این راز در پرده ایزد است. چو بشنید از او شاه سوگند خورد، به خراد برزین و یا برزین و خورشید زرد. خب این خراد برزین هم که یادتون باشه تو داستان اردشیر راجبش حرف زدیم، یکی از آتش‌های به اصطلاح سگانی معروفی است که قسم می‌خوردن بهش زرتشتی‌ها، و این میگه که به خورشید زرد و به خراد برزین قسم می‌خورم. شاه قسم می‌خوره که این راز رو فاش نکنه. خب اینجا حالا یه سوالی پیش میاد، من از شما می‌خوام مشارکت کنین تو پاسخ دادن بهش، که این که واقعا این سوال چگونه است که ما وقتی که ستاره شمر رو شاه فرا میخونه، میگه بیا برو ببین مرگ من کیه، اون میاد احتمالا رتل و اسطرلاب میندازه و ستاره ها رو تاله رو نگاه میکنه و میگه مثلا مرگت فلان موقع است یا در فلان محل است، بعدش به شاه توصیه میکنه، میگه مبادا این بری به کسی بگی چون این در پرده ایزده،